سلام دارم خدمت تمام شما خواهران و برادرانی عزیز و نازنینم امیدوار هستم که حال همگی شما خوب باشه عزیزان در کنار عزیزانتان روزی خوب و خوش را داشته باشید وطن داره عزیزم خواهران و برادرانی خوبم خدا کنه در این روزایی که من نبودم خدای نکرده دلتان بر من تنگ نشده باشم شوخی کردم مذاق کردم عزیزان یک مزاق بود که من میفهمم شما همیشه دلتان بر ما تنگ میشه سلامی دیگری دارم برای تمامی فارسی زبانای عزیز در سر و سر دنیا امیدوار هستم که عزیزان دل هم زبانای ما هر جای دنیا هستید خوب و خوش و آرام بوده باشید عزیزان امروز میریم داستانی دیگری را از دختر افغان دارم که بسیار راهی دور و دراز را سپری کردن عزیزان دل و فعلا در هند زندگی میکنه در هندوستان کشور همسایه و دوست و مردم بسیار خونگرمی هندوستان که من بسیار دوستشان دارم هندوسکای ما بسیار در هندوستان پناه آوردن و هندوسکای ما از قدیم هم بسیار رفته بودن زمان طالب قدیم و طالب جدید خواهد در سر هیچ پشپرا کنه که حال اینا بر ما قدیم جدید شدن خواهد زیزان دل دختری افغان که امروز داستان شورتان میگم عزیزان دل من بعضی از من میپرسه که چرا صورت دیانه میفهمم جلدت تو بلبل میکنه عرقم نمیکنم ببینید خیلی جایی که میشه بسیار پاک میکنم جلدم خودش همین قسمه است بعضی خیال میکنن که بسیار چرب میکنم چرب نمیکنم مایش تا که از یگان وقت که دوش میگیرم بعد بیرون که میایم یکم چرب میکنم به خاطر میگم پوستم خشک نشه خیلی ها در انستگرام فیسبوک پیام داده بود که خواهر سارا چی میکنین پست تان جلادار است عزیزان دل این چیز خدادادی است با خدا هیچ چیز نمیکنم اگر من یک کرم را استفاده می کردم که یعنی جلد مرا یک قسم روشن و شفاف بکنه به خدا قسم ما او کرم برتان نشان میدادم. ولی من از کرم مرتوب کننده لیمو یک دانه دیگه داریم آلوورا کرم مرتب کننده همی دوتا هست در یخچال که ماورم در یخچال مندیم که بخاطر که یک کرم در خانه ما بسیار میمانه این تمام نمیشه چون کسی استفاده نمیکنه او را دختر یک وقتا اگه بخوای مرتب کنه دستور سرعتشانه مصرف میکنه ما جلدم از خودش هم قسمی هست خواهرکای های نازنین ما خوب عزیزانی دل داستان خواهر ما را یا دخترک زیبای مرا امروز آمدیم با شما شریک بسازم البته من نامه اینا را پیش از ای که مسیج اینا را پیش از که مریض شوم یک هفته قبلش گرفته بودم که تقریبا حالی سه هفته میشه و این داستان را گرفتم یعنی خیلی قدیمی نیست خیلی هم جدید هستم که نام زیبایشان هم عزیزان دل سریا هست و که مگرای دردراز همگی به من میگفت ملکه سریا که دختری هستم بسیار زیبا قد بلند سبزه و از مردمی اصیل کابل هستم و بسیار مقبول هستم یعنی هر کسی که قد و اندام و چهره مرا میبینه میگه ما در چهره تو چهره ملکه سریا را میبینیم که میگه ای چهره مقبول بارها بر من مشکلات پیش آورده البته عزیزان دل دختر زبای ما نامزاد بودن که اینا سه سال پیش نامزاد شده بودن که البته نامزاد اینا از طریق ترکیه خودش آبایی هنداختن که طرف اروپا برن متاسفانه متاسفانه اینا در آبا خرق میشن و نامزاد اینا در دریا میمورن بعد از اوی دختر چند سالی را هر کسی که بعد از غرق شدن نامزادش هر کس که خواستگاری ای دختر میگم ما عرصی نمی کنم. تا که اینا در افغانستان ای دختر کار میکردند در یک از زمین محسس های خارجی که این دختر چند سالی بوده اونجا کار کرده که وقتی که طالب افغانستان را میگیرن اینا بسیار منتظر بودن که شاید اینا را دولت امریکا بکشه که اینا متاسفانه در جمع یا مترجمان که ماندن فعلا بسیاری از ترجمان های افغان در افغانستان مانده از کسایی که بخواست بیاره اینا را در امریکا و اینا را توقف دادن ناوردن اینا هم یکی از اونا بودن میگه وقتی که در دفتر کار میکردم هم بسیار مزاحما داشتم که مزایم که نه همی کسایی که خواستگاری میکرد و کسایی که بر من پرپوز میکرد و به عنوان دوستی یا آروسی میگه من قبول نمیکردم دل من از شوی کردن سیاه شده بود چون من نامزاد ما بسیار دوست داشتم و ما همدیگر را قاشقی گرفته بودیم که متاسفانه در همدیگر نرسیدیم و نامزاد ما قرار بود خارج بره و بره دیگان کشور که رسید بعد کارهای مرا جور کنه و بیای افغانستان بعد مرا گرفته ببرم که خداوند نخواست ما در دیگه برسیم خدا بیا رفتن ولی بسیار مرشکستان از داخل ما بسیار شکست خوردم بعد از او گفتم من عروسی نکردم هرچی از فامیل آمد از بیگانه آمد یا قوم آمد من قبول نکردم نخواستم عروسی کنم یعنی دلم نمیشون میگه طالبا که آمد افغانستان گرفت ما بسیار منتظر ماندیم که شاید ما را امریکا بکشه ولی ما مثل دیگه مردم در میدان هوایی نرفتیم چون پدرم اجازه نمیداد و برادرایم اجازه نمیداد میگفت نه بشینیم در خانه که امریکایی ها ما رو میکشه ولی ما را نکشیدن ما در افغانستان تقریبا حدود یک سال و زیادتر ما در افغانستان ماندیم یک سال و دو ماه گفته به نظرم یک سال و سه ما گفته همچین چیزایی ما ماندیم و ما هیچ خبری از امریکا نشد که ما را بکشه و هیچ کسی هم حتی ایمیل های من را از بس که ایمیل می زدم ایمیل بند کرده بود و من ایمیل هم داده نمی که پدرم مجبور شد گفت بچه در افغانستان زندگی نمیشه اگر طالب بفهمه که تو دفتر خارجی کار کرده خدای نکرده می آیا تو را می یا که ای بسیار یک ننگ کلان است در ما مردم افغانستان که خدای نکرده دختر را بیای طالب ببره راست میگه عزیزان دل میگه پدرم تصمیم گرفت گفت میریم پاکستان و از پاکستان تلاش میکنیم که شاید کارهای تو جور شوه از اونجا باز بخیر نشدم نشدم تو برو اگر کار تو فقط تنهایی جور شد تو برو ما امروی بیادرا و مادر تو یک خورک خود داشتم گفت ما امروی اینا در پاکستان میشینیم تو که رفتی باز یک که که کارهای ما را جور کن میگه خب بالاخره خانه را کس نمیخرید ما خانه را یک از خشای ما را اردیم شاندیم و پدرم یک کارهایی که داشت اونا را جمع کرد بیادرهای ما همچنان مادرها شدیم و هجرت کردیم از کابل طرف پاکستان وقتی ما در پاکستان در مرز پاکستان رسیدیم که بسیاری افغان ها را ما ملاقات کردیم که افغان ها اونجا بود و کلگی میگفت ما قچاقبری پاکستانی را گرفتیم که ما را مستقیم بود کشمیر از کشمیر ما میریم هند در پاکستان برای ترجمان ها جایی نیست ممکن است که هر لحظه طالب در خانه های پاکستانی ها در بیایه و ما را بکشه و بر ما خطرناک است. خب میگم ما میفهمیم که طالب خودش پاکستانی است و میتونه از طریق پاکستان نفرایی که بخوایه میتونه جمع کنن میگه همونجا پدرم در گفت که بسیار خوب موقعیت است و ما هم دلو میج نمیشه که در پاکستان بیشن و میج پاکستان خوشم نمیایم. بیا کتمی قچاق برای یک جای میشیم کتم مردمی که میرن چند تا فامیلن ما هم یک جای میشیم میریم هندوستان من هندوستان رو بسیار دوست دارم بریم همون جهت که شدیم شدیم قبلا پدرم یک بار هند رفته بوده چند سال پیش که ما رفته بودیم برای سیاحت چکر باز ما در هند ماندیم تقریبا میگه وقتا ما خورد بودم که ما تقریبا یک سال در هند بودیم بسیار جاهای دیدنی هند ما دیده بودیم پدرم و پدرم به خاطر میگفت من هند خوش دارم از پاکستان کردم میگه ما قچاقبر خلاصه ما بیادرهای ما که قچاقبر گب زد و ما چند فامیل که تقریبا حدود پنج فامیل بودیم ما زیادتر این فامیل ها از کابل نبود یک ما از کابل بودیم دیگه کلشان از دیگر شهرها بود که ما رفتیم ما در یک جای ما در کویته پاکستان ما خانه گرفتیم به خاطر که هر کدام ما جمعیت ما زیاد بود نمیشد یک اتاق یا هتل بگیریم یا کدام اتاق ما هر جایی میگرفتیم خانه میگرفتیم که برای چند روزی که دو اتاق داشته باشه که خب از ما بیادرایم بود میگه پدر و مادرم بود و خوهر خوردم بود باز اونایی هم که بودن اونا مموت و قسم هر کدامشان چند نفری بودن که ما خواستیم دو تا دو تا اتاقا بگیریم و در پاکستان ما دو دیگر ما تقریبا در پاکستان بودیم که تا راه ها را ببینه یه قچاقبری که میخواست ما را ببره پاکستانی بود ولی پشتو زبان زبان پشتو رو میفهمید زبان اردو رو بیادرهای ما هم زبان اردو رو میفهمیدن خب پشتو زبان نبودیم ولی زبان اردو رو میفهمید ولی دفعه اولی که مرا اونا دیدن هر کسایی که مرا میدید میگفت خدایا این چطور چهره چقدر چهره جذاب داره این دختر کلشان میگفت که چه قسم تا حالت تو در کابل مانده خب من سن ما دختر گفته سن ما بالای 25 است میگفت کلگی میگفت که خب یکمی هم شکسته شده بودم بعد از نامزادم بسیار د سرم فشار آمد و بسیار گریه کردم و بسیار نیومیدای من نامید شد و جوان ناکام از دنیا رفت دلم بسیار در حال او سخت و بسیار چهره ما تغییر کرده هر کسی ببینه نمیفهمد که من 25 هستم خیال می ما من از بالا هستم میگه ما دو خانه بودیم قشاقبر دایم قشاقبر سر مز مرا من دیده بود وقتی که آمد و کل ما را یعنی می و حساب میکرد کرد که یعنی قنفر هستین ببینه اشتوکاره که چند نفر اشتوک هسته و چند نفر دیگه هسته خب یک اخلاقی که دل مردم پاکستان داره ما دیدیم بسیار چشم سفید و چشم پاره هستن امی مردایشان ما سرحدی پاکستان دیدیم که نمه تو زنای افغان که ببینه بگو میخوره زنده زنده ما این چند سال پیش تجربه کردیم که ما طرف ایران میرفتیم بسیار ما وقت جوان بودیم که اینا تو که میامدن می درونی ما در موترای اینا رفتیم تا پاکستان و تا سر مرز ایران که مرجاوه میشد یا نمیفهمم اه... کرمان میشد نمیفهمم فهمم چین چیزایی بود بسیار کم یادم می آید این هم که می آمد درون موتر تو استاد می شد دانه دانه ما را می دید که چند بارم با همی افغان ها جنگ کردن و افغان ها دمو داخل موتری شروع میکردن کردن که چرا زنای ما را سیل میکنی باز می چی می گفتن می میکفت خو اگر ما بخوایم سیل نکنیم بگروی هایشان را پوت کنن اون از همون وقتی طالب بودن میگفت <تص> هایشان را پود که چند تا از افغان ها بود میگفت خب در افغانستان بعضی جایشان روی میگیرن خب خیلی جایشان روی نمیگیرن اینو چه قسم رویشان رو پود کنن میگفت پود کنن میخوای ما سعی نکنیم پود کنن خوی خب دختر میگه اینمی خانه ما میامد و میرفتم این قشاقبر همونجا مره دیده بود میگم بیادر خورد من کلانیش گپ نمیزد خوردش میگفت من از قشاقبر بسیار بدم میایم اینمی تو را زیر چشم کردم میگفتم یعنی چی که من زیر چشم کردم میگفت چرا در خانه دیگران نمیرم در اتاق دیگران نمیرم فقط مستقیم خانه ما پیش بیادرهای ما و پیش پدرم میایم پدرم ما که میدید میگنیم خوشاخ برخی ایش کده میامد دست پدرم ما ماش میکرد و پدرم تایران تا میمون میمان میگوید چطور رویه میکنه ای؟ همیشه میگن من شما رو بسیار دوست دارم قوارش شما مثل پدرم هستم ما پدر ندارم خب خل خلاصه این چاپلوسی یک پاکستانی که میگه ما یک ماه در پاکستان ماندیم تا اینا را ها را دیدن و که ما در اونجا چند فامیل دیگه هم یک جای شدن که کلاگی تقریبا ما یک ملی خورد فامیل شده بودیم که خود همه قچاخبر میگفت که نفر زیاد شده اندازه یک میلی بس شده اینا م کل تانا ما ببریم اینا چهار پنج نفر بودن میگه فقط هم یک نفرش خانه ما زیاد میامد خب خلاص عزیزان دل خب مسلمان هم هستن مردم پاکستان همیشه خیال میکنه که ما که می مسلمان ها منظور ما مسلمان ها هستن مسلمان هر جایی که هست خیال میکنه که یک دختر مسلمان احتیاج داره که یک تطیع که کنه و هم مسلمان باشه همیشه همی در فکر اینا هست فکر اینا فکر غلط دارن بسیار میگه خب خلاصه شوی رسم نوبت رسید که ما قرار بود پاکستان ترک کنیم و ما طرف حرکت کنیم طرف کشمیر میگه ما یک مقدار مادرم اینا چپاتی هایی که در تاوی در تاوا پخته میشه ما امرای خود ما نان پخته کردیم و یک مقدار تخم و او جوش کردیم تخم مرغ و یک مقدار مرغ پخته کردیم و ما هوا سرد بود مادرم گفت در بسیار دو تلا تا نشیم و امینا رو بخوریم که پیسه زیاد مصرف نشه و خب ما خلاصه میگه بسیار راهی درازی را ما تای کردیم و ما هر جا می رفتیم موتر ما را علیش می کردیم در موتر دیگه می شدیم ولی امی پاکستانیا همراه ما بود و ما را بدرقه می کرد یعنی خوب بوده دیگه کسی بوده که اینا را می خواست برساند کشمیره می گه وقتی ما را ما بسیار رو منزل دردرازی را تای کردیم ما رسیدیم در کشمیر که بسیار هوا سرد بود ای قدر سرد بود میگه او شوی که ما رسیدیم هوای قدر طوفانی بود که باور به خدا کنین ما از موتری که ما تا شدیم ما را در پیش یک مثل اوتل واری بود شو بود ما را یک جای تا کرد که ما در اوتل کل از را در یک اتاق کرده بود و مردها یک اتاق ما همونجا شو همونجا بودیم که از بس که سرد و باد و خونک بود میگه شمال ما را چپه میکردیم جای به جای ما اگر خود ما کم نمیگرفتیم اینه میغلطه دیم او توی یک آوای سرد بود که ما را بردن در اوتل میگه ما مرداره را در اوتل کرد و در اتاق و ما زنا را در اتاق میگه وقتی قرار بود نان بیاره میگه از امو اوتلی که ما موجه بودیم نان داشت هر اقم برینج و شروع و چیزای دیگه میگه وقتی که قرار بود که هر کس بر فامیلش نان بیاره و بر فامیل ما همین قچاقبری که بیادرم میگفت یاد اره تو چشم داره همین نان آورد ای که نان آورد از دان دروازه که یک نفر که نامزادش صدا میکنه گفت من این نانه بر فامیل سرایه آوردیم که بسیار میگه کلگی طرفش میدید که فامیل سرایه ها که هستن خیلی نام مره نمیشناخت مادر مادر جانم مر صدا میکرد بسیار در صدای آرام بیادرایم هیچ نام مر نمیگرفت چون ما در داخل افغانا بودیم خب برای یک مرد افغان بعد از که نام خوارش گرفته صدا کنه خب زیاتر میترسن میگه فردا با یکی که جنگ کردم اینمی دو میزنه نام خوار ما گرفته این رسم در ما بینی مردم ما هست <تصح> گفت من اینا نه در سرایا آوردم میگه من گبی یادم آمد گفتم من بیادر خوردم بسیار همه تو یک زبل و تو اوشیار و چیز تو زیرک هسته گفتم طرف مادرم دیدم گفتم مادر جان چی میگه گفت بچه میگه نه برای فامیل سریا آوردیم گفت کدام بیادرت خبر نشوه این مردکه که پاکستانی چی میکنه میگه مادرم چادرش پیش کرد و رفت گفت چی میگی تو گفت نه بر نانا نان آوردم خاله جان خم کرد که دست مادرم ما ماش کنه که مادرم ما تو کرد گفت نکو <applause> برو نکو برو او طرف مرا نانه ما خیال کردیم که بیادر روان کرده که بر ما برنج قابلی و بسیار برینج بریانی و بریانی هم کشمیری که کت سمبوسه و کت بسیار نانای دیگه که از خود همون مردم بود بر ما از اون موتل خریده آورده بود که ما نانه ماندیم که بخوریم که بیادرم دو تا بیادرایم دن در استاد شد ما صدا کرد خوراک بیا که من نان آوردیم که میگه ما تو یک دسر جایم خشک شدم گفتم این نان حتما پاکستانی خریده. گفتم بیار ما خیال کردیم که نان تو بر ما روان کرده یک که بر ما نان آورده گفت کی آورده گفتم من قچاق بر آورده مادر گفت کی گرفت از دستش گفتم مادر گفت خو بیادرم یک خورده میگه دو زد. گفت پدر پاکستانی رو مادر پاکستانی رو تو, تو کنم میگه نه چشمش از جانش مان گفت خیر از تاول گب نزن بان ما رو در منزل برسونه که ما می ترسیم خدای نکرده اینی مگه ما در دلم گفتم گفتم بیادرهایم شاید بیادر کلان می ترسم میگه همی ما رو اعلان نکنه خب میگه بیادرم گفت خیلی بگیری نیرام یا من خریدیم دیگه پس خونه میگیره میگه ورم گرفتیم ما خوردیم نان پاکستانی رو مورم زیادی شد ماندیم و هیچی دیگه ما در کشمیر تقریبا ده روز بودیم که بیادرم در مادرم گفته بود اگه دیگه پاکستانی دان در آمد یک کدام گبه بد بزنشه که یک بار دوباره همون تو بر ما نان آورده بود که مادرم رفت گفت ما نان تو رو نمیگیرم یعنی چه که تو بر ما نان میاری گفت خو خاله جان من شما رو دوست دارم افغان هستین ما پاکستانی... پاکستانی و افغان ها رو دوست داریم که مادرم گفت آه دوست داریم که مملکت ما را او تو در دست بوده ها دادین از دوستی تان ای کاش ایش دوست نمی خدا هم دوستی تان قد میکرد که میگه کسای دیگه مادر من درف مادرم گفت خیر است اول نزن که قچاقبر بر ما هم مار هم میگه ما یک هفته دو هفته ای را تقریبا ما حدود دو در روز زیادتر ما در کشمیر ماندیم که هوا بسیار سرد بود اینا میگفتن رابندان است و نمیشه و برف زیاد است بان کمی خوبتر شد باز حرکت میکنیم که ما و شب در اوتل بودیم صبحش یک ما را بردن کل ما رفتیم در یک ماجید از ماجید بر ما خانه کشمیری را کرا کردیم و هر کدام ما در یک اتاق دو اتاق پخش پلا شدیم مقصد یک منطقه که ما اونجا ماندیم و روز دیگهش قرار بود که ما هفته دیگهش قرار بود که ما خانه ریلا کنیم و ما برای بریم طرف هندستان خب خلاصا ما در کشمیر ماندیم و کرایه اوقات زیاد نبود زیادتر اینش از افغانا کرایه نمی گرفت ما را که می دیدن بسیار گریه میکرد بر ما خیلی زنای کشمیری بود که بر ما نان می آورد و از ما خبر می گرفت و بسیار گریان میکرد ما شنیدیم کشورتانه طالبای پاکستانی گرفتن بسیار گریان میکرد میگفت گفت خداوند اینا را گمون نیست و نابود کنه اینا چرا شما را اتاوره کرده و خلاص ما از کشمیر قرار شد که ما بریم طرف هند دیگه ما بسیار رای دور درازی را تای کردیم تا ما رسیدیم در سرزمین هند که ما با پلیس های هند سر خوردیم یعنی پلیس ها جلو ما را گرفتن که شما کجایی هستین خیال کرد ما کشمیری هستیم و ما میخواییم که از یا پاکستانی هستیم ما میخواییم وارد خاک هند شویم میگه وقت فامد که ما افغان هستیم باور کنین پولیس های این طوری با ما رفتار کرد که یعنی ما خود ما انتظار نداشتیم از بس که اینا ما را خوش آمدی گفتن و ما را هر کدام مردای ما را در بغلشان میگرفتن و عشقایشان میرفتن و میگفت ما انتقام شما را از پاکستانی میگیریم و وقتی که اینا ما را گرفت و, و کچاق اینا انگار خیال میکردن مشناختن ما را جدا کردن و اینا را گفت پیش نبیاین اما جایی شونین که کی پاکستانی که قچاقبر ما بود ای گفت ما افغان هستم گفت افغان هستی پاسپورت تنشان بته گفت پاسپورتم گم شده میگه بیادر خوردم رفت پیش همه پولیس این گفت یه ای پاکستانی هستن افغان نیستم ما میفهمیم ای, ای قچاقبر میگه تا اینا میخواستن اینا رو بگیرن که قچاقبر هر جای باشه پلیس درگیر میشه و میگیره خو خلاصه چندتا تا اینا رو گرفتن چند تا اینا یک سه تا اینا دستگیر کردن و اینا که اینا در حال فرار با موترشان بودن که هموجا اینا دستگیر شدن و زخمی شدن خیلی که اینا پس رفتن ولی چند تا گرفت که یکش همی کسی بود که چشمش دمه بود رای دور درازه و ای گرفت دستگیر کرد و که بسیار شله بود که ما افغان هستم به خاطر امو ای نگریخت که ما افغان هستم ولی دسکر شد که ما را بردن هندیا ما را بسیار پذیرایی کردن و ما شوه در یک جایی در همون پایگاه خود اینا بودیم که بسیار بر ما غذا آوردن و ما را اینا اینا ما را بر محترای خودشان بردن هندوستان وقتی که ما در هندوستان در خود ام ام یک جای نامش گرفت که یادم نمی آید یک چیز چن... نمی یادم نمی آید می بخشیم. گفت ما وقتی که اونجا رسیدیم گفت شما در کجا می خواهید که بشینین می ما پرسیدیم که UNHCR در کجا است در این شهر هست یا نه میگه که ما را امرایی میکرد و با ما با یک بس بودیم گفت نه ده این منطقه نیست یونیسیار فقط در نیو دیلی هست و جای دیگه هین ما فکر نمیکنم که باشه میگه نیو دیلی بسیار با ما فاصله داشت و ما پدرم گفت که ما یونیسیار میرم که ما بسرنویشت ما تا که هند بشینیم میگه پولیسایی هین طرف ما سعی کرد گفت ما میفهمیم شما در هین مندگار نیستین هر افغانی که می آید هند به خاطر خارج می آید ولی ما ها شما را بسیار دوست داریم باور به خدا که اگر شما بخواین در هند بشینین ما از دل و جان براتان پاسپورت می دولت هند و هیچ افغانی نمی که در هند بشینه و در هند زندگی کنه چرا ما شما را قد دوست داریم شما در کشور ما نمیشینین. میگه پدرم طرفش میدید، دشکایش میرفت میگفت که بچه دبیادرم میگفت برش ترجمه که بگو ما در هند اگر بشینیم ما چیکار کنیم کاری نیست در هند بر ما مردم هند خودشان جمعیتشان بسیار زیاد است ما میخواییم یک جایی بریم که ما اولادای ما سعی یک زندگی بر خودشان جور کنم اگه بیادرم ترجمه میکرد میگه پولیس این طرف کل اگه ما سعی میکرد میگفت یعنی افغانستان هم دیدیم یک زمانی بوده و البته ای بچه که خود یه اصلیت از این من فکر میکنم که اندوستیک بوده که اینا قصه شد داستان شا که اینا تعریف میکنه میگه طرف ما میدید میگفت افغانستان ما دیدیم ما کابول دیدیم پغمان دیدیم ما تمام جای اطراف کابول دیدیم ولی از اون طرف نرفتیم چقدر کشور شما زیبا هست ولی حیف که ای پاکستانی های چتل گرفت ولی ما نمیمانیم اینا را ما هر روز شود کمک شما ما اینا را از کاش. کشورتان میکشیم میره برتان وعده میدیم میگه ما را دلداری میداد خب خلاصه میگه عزیزان دل ما آمدیم در دهلی و پدرم خواست که ما یک جای ارزانتر پیدا کنیم که ما یک جای برای خود ما خیلی بسیار پرسند کردیم بسیار خانه در دهلی قیمت است ما بسیار گشتیم اول چند شوی را ما در هتل بودیم و ما از خود پاکستان که ما حرکت کردیم ما حدود تقریبا 6-7 پامیل بودیم ولی چند تا از او فامیلا در کشمیر ششتن که ما نمیریم در کشمیر میشینیم مردم کشمیر بسیار خوب مردم است اگر بعدا خواستیم و ما کل ما از او چند فامیلی که آمده بودیم ما سه فامیل که هر کدامشان یا سه نفر یا چهار نفر بودن که ما یک جای ما سه فامیل آمدیم و ما سه فامیل آمدیم در دهلی بسیار گشتیم و که خانی ارزانتر پیدا کنیم بالاخره پیدا کردیم یک جای در همو... اطراف دلی هست ولی خود دهلی نیست در شهر نیست یعنی جایی که یونسیار هست و نه در اونجا نیست ولی در اطراف هست خوب است میتانیم در دو ساعت یا یک کنیم ساعت زیادتر ما خود ما را در موتر یا تاکسی یا تاکسی یا امو آتوگاکا خود ما را در یونسیار برسانیم جالب در اینجا هست عزیزان دل میگه که این پاکستانی که اینا زندان کرده بود ای هر طوری بوده فامیلی پاکستانی دو تا پاسپورت داشته که یکش مال افغانستان بوده یکش مال پاکستان بوده که فامیلی می فامه از پاکستان که ایره دولت پاکستان گرفته اینا خیال میکنن اینا اوشاری میکنن و پاسپورت افغانی ایره میاره هند در هند که هر طریق بود از هر طریق نباشه قشاخبرد آزادی آلا آسانی ایلا نمیشه عزیزان میگه پدرم آمد گفت که او پاکستانی ایلا شده و ما ایره در زیر شهر دیدم پدرم یه جایی بوده که ایره دیده که در بدر دنبال خانه ما میگشته دنبال که ما رو پیدا کنه خو خلاصه اینا که پیدا میکنه ایرا اینا را که پیدا میکنه کدام نشان میده. میگه پدرم از میپرسه میگه تو را زندان نکرده تو خوشاغله نبودی میگه مکه که براتان گفتم من افغان هستم بازم میگه پدرم باور نمیکنه میگه تو افغان نیستی تو دروغ میگی که میگه تو پشتون گپ میزد که یعنی ببینی بلبل وری میگه پاسپورتش پیش پدرم نشان داده که ببین من افغان هستم من که گفتم من افغان هستم اونجا از ترس پاکستانی ها گپ نمیزدم ولی من افغان هستم خب میگه پدرم گفته حالا چرا قدر به در دنبال ما میگردی در پای پدرم افتاده که من دختر بسیار دوست دارم من میخوایم امرای دختر ارسی کنم پدرم گفته که ما دختر ما شوی نمیکنم کنم خودو نه بچه نی در پای ما بنداز نه خودت تا که گفته نه کاکا جان من از پاکستان که شما را دیدیم من یک نظر من عاشق دخترتان شدیم دختر میگم من در خانه هیچ خبر از هیچ چیز ندارم که بیادر اوم آمد بیادر خوردم گفت پاکستانی آزاد شده میگم <تصحیح> <تصحیح> من گفتم که یعنی چی که آزاد شده گفت که پاکستانی میگم من افغان هستم افغان بوده این دیام رو آزاد کرده گفته که این زبانی پشتون بلد بوده و نمیفهم چی بوده و تو بوده من قشاقبر نبودیم اونایی که رفتن اونا قشاقبر بودم و میخواستم با اینا هند بیاییم و هزار یک چیز بر خود جور کرده که نمی در کابل ما اسکر بودم نمی در کابل تو بودم بیادر خورد اینا را تعریف کرده اینا را ای کل شب بر پدر اینا تعریف کرده بوده این بچه اینا را زفت کرده بوده در گوشهایش آمده پیش دختر گفته خوی دختر گفته خوی چرا این را دمه میگی؟ گفته اول با از بان پدرم میگه او عاشق تو شده من خود روز اول گفته بودم که دا تو چشم داره میگم سیلی رو میخواستم در روش بزنم که پدرم نمان گفت بچه یک چیز هم از خودت پرسان کنم قصد ازدواج داری یا نه میگم من بسیار شرمیدم گفت اگه قصد ازدواج داری بچه یک عاشقی که قصد سر و پای سوخته تمام راه را قدر کمک کرده ما را بیام راه امرایش بسیار گریه میکنه و در روی پای من داخت خودشه امرایش آرسیکو بچه ام. خب اگه تو را برد امریکا را کشید خب میری بازی را میخوایی اگر نه دلت هست داروسی خب امروی همی آرسی که هر دختری باشه بالاخره یک روز آرسی میکنه میگه طرف پدرم دیدم گفتم پدر اگر یک روز پاکستانی برامد چی؟ میگه پدرم گفت من نمیفهم بچه ولی او که زبان پشتور رو ای گب میزنه ای که خودش هم مهربان نشان میتن من باورم نمیشه که پاکستانی باشه گفتم پدر جان پاکستانی و بسیار شیطان هستم گفت بچه باورم نمیشه قسم میخوره که من افغان هستم میگه گفتم پدر اوله که من قصد ازدواج ندارم دو اگه من ازدواج کنم با این ازدواج نمیکنم گفتنی بچه می من تو رو بسیار دوست دارم گفتم هر که که مرا دوست داشته باشه پدر جان وقتی این نیست که من عاشق کسی شوم یا کسی عاشق من شوم ما آمدیم در هند خود ما را ثبت نام ملل متحد کردیم و ما یک چند وقتی شاید دو سال بانیم سه سال بانیم اگه امریکا ما را نکشه شاید از طریق سازمان ملل ما در کشور بودیم پدر جان من نمیخوایم شما را ترک کنم و مارسی کنم خب خلاصه میگه پدر قانع کردم پدر گفتم میره جواب کو اگه دید به دخترم تو رو نمیگیرم میگه پدرم نی زنگ میزد در پدرم میرفت و که من برطان روان میکنم از قومی من اینجا هسته و فامیلم هسته و من این را روان کنم خانه تان خواستگاری میگه پدرم گفت دخترم شوی نمیکنه و اوش کده باشه این خواستکاری ماستکاری نبیه این دخترم قناعت نمیکنه میگم من آرسی نمیکنم میگه ما صبح است و چای صبح خوردیم یک روز است عزیزان اتفاقات بعد از تقریبا حدود شش ماه یا پنج ماه اتفاق افتاده که او یک پنج شش ماه رو پاکستانی زندان بوده که دو قاسانی اعلان نمیشه البته اینا یا رفتن در کابل پاسپورت خو خوی اختا جور نمیشه ای ایش پیش زدگی ها ایش پیش زدگی ها که ای پاسپورت جور کردن یاد نداره اینا داشتن از قبل میگه چای سو و خوردیم و در یک خانه هستیم خانه هم بسیار خورد و تنگ و اتاق داره یک دو تا اتاق که میشه سرپنا که در ما تک تک کرد و در بیادرکم رفت واز کرد <applause> چیر زد از دانه در گفتی نمی پاکستانی ها میگه تایی گود پاکستانی آمده دیگه من هم تو ایران ماندم دیدم که یک زن هم تو چادر انداخته و پنجابی جانوش جانش امرای یک پیرمرد امرای امی میگه من بیادرم دانی در تو استاد هستم میگه چی کار دارین پاکستانی <تصفح> خوب عزیزان دل دل ما درد میکنه این قوشتو که ما کینه میگیره به خاطر که چی کینه میگیره یعنی عزیزان دل فراموش کردن یک مملکت کاری آسانی نیست که اشتوک که یازده ساله ما فراموش کنه و بازی های بچگانه در پس کوچه های کابول و در زیر شهر کابول یعنی حساب کنین در دل یک اشتوک که ما که در یازده ساله است اینا کی نکاشتن میگه ما استاد شده که پاکستانی چی کار داری چی میخوایی میگه میگه سلام علیکم پدر کاکا کجا هستن؟ کاکا در خانه هستن؟ کاکا رو چیکار داری که پدرم گفت کیه؟ گفت که پدر جان پاکستانی اومده. پدرم بر اومد گفت بچه چرا پاکستانی میگی؟ چی میگم پاکستانی نگو. پدر جان نه پاکستانی هستن دروغ میگه. خواهد عزیزان دل که خلاص هم میگن در آواز کردن و پدرم گفت بفرمایی آمدن و ما یک توشک همون انداختگی بود و اینا ششتن و من رفتم در اون خانه بیادر خورد مرا گفته برو در اون خانه بیرون نشه خودش رفت چارزانو زانو کرده در پیش اینا شش تا که اینا مادر اینا یک کلمه پشتو نمی فامه. مادر اینا در زبان اردو گپ میزنه پدر اینا در زبان اردو گپ میزنه یک کلمه پشتو نمی و خودی بولبول وری هم کجوگو ماوش پارسی میگه و هم پشتو گپ میزنه میگم مادر و پدرش میگم ما ایرا میگه ما بهترین دختر هنده برای تو میگیریم قبول نمیکنه در اردو میگه البته میگم دختر پاکستانی را هر دختر در رویش میمانی بر تو میگیرم این والا و بلا دختر افغان نشوه دیگه دختر نمیگیرم این ملکه سرایی آوری هست قواری ما ای میگیرم یعنی که من ملکه سرایی را گرفتم میگه پدر دختر مادر دختر میگه هر چقدر پیسه میخواین ما برتان میتیم دختر تا نده بچه ما بتیم میگه پدرم همی تو مانده بچه میگه بر پدرم میگه کاکا جان تمام زندگی ما در پاکستان سودا میکنم بر تو خانه میخرم دهین دختر تا میگه بچه همی بچه خورد میگه حمله میکنه نمیخوایم پول کار نداریم برو برو پول کار نداریم آخیش نشد پدرم میره در سرش غل مغل کرد که بخی برو خانه نمیمانی ما رو گپ زدن میگه از داخل خانه میگه خو میخوای در پاکستانی پاکستانی که خانه ما زندگی ماره گرفته میخوای که خوار مرا رو اینا بتی من نمیمانم در اینا بتی خو خلاصه میگه بسیار د گوش پدرم خوان که بر شما د هند خانه میخرم هر طریق میشه ای دختره، دختر بر ما کاکا جان اگه دخترتان رو بر من نتین خود من خودم میکشم من بعد رقم عاشق دخترتان شده این مثل قواره ای مثل ملک سوریا هستم میگم من ملک سوریا رو اکسایش که دیدم این دختر چیرش در ملک سوریا میمانه من میخوایم داینده این دختر رو بگیرم این رو بگیرم داینده ما و ملکه شویم و چی شویم ملیک و ملکه شویم در افغانستان میگه دختر میگه خیلی دیدم تحمل نمیتانم درون خانه و ای هم فقط در بغل گوش پدرم پوف میکنه میگه چادر ما پیش ترت کردم اومدم پیشش گفتم یعنی تو میخوای مرا در زور بگیری گفت نه گفتم پس چرا قشله هستی که من ملکه سرایه رو میگیرم ملکه سرایه رو میگیرم گفت من عاشق شدم گفتم عاشق شده باشی من تو رو دوست ندارم اندازه سر امی، این همه قصر یک چوب سر یک پخل یک اندازه یک پیشکیل تو در دل من نمیگردی این ما اونم هستی که ما را از اونجا وردی گوش کده باشی دیگه میگه پدر مادرش همجا ششته میگه مادر چشماش از کاسه سرشنقه نمیفهمه که من چی میگم گفتم من تو رو بکوشی بکشی اینم یال برو اینم قد زهر بخور خودتا بکش اگه تو افغان میبودی من تو رو میگرفتم ولی من مطمئن هستم که تو پاکستانی هستی اگر تو افغان می بودی پدر مادر زبان پشتو رو خوب گپ می زد گفت نه اینا به خاطر که در پاکستان کلان شده اردو گپ گف می زند. گفتم تو تا کجا کلان شدی خب ما زیاد خن... افغان ها بودیم گفتم ها دیگه مملکت ما رو از بس که آمدی رفتی اونمو تو کدین گفتم من تو رو نمیگیرم خاطرت جمع باشه نصف دلی رو در پای مکنی من امرای تو آرسی نمیکنم. اگر یک بار دیگه مزایمی زندگی مشاوی و بیای پیشنهاد کنی برای پدرم پول پیشنهاد کنی برای پدرم پول پیشنهاد کنی میرم از دست تو دا پلیس دیلی شکایت میکنم زهر میخوری هم دمه هیچ ربطی نداره گفتم خودت تا دار میزنی هم دمه هیچ ربطی نداره به خدا این دم پیش چشم هم زهر بخوری دلم ده تو این هم سوزم رو میگیرم تو ششته بود گفت خیال نکن من تو را خود برای تو میکشم و گریه کنم وی. بچه پاکستانی خودش رو برای من میکشم ما تو رو تو هر چی که بگویی ما و تو دشمن هستیم میگه گفت تو را خدا کار با دل من نکو گفتم با دل تو نمیکنم کنم ما اگه ما بخوایم امرای تو آرسی کنم یعنی من افغان نیستم ما فراموش کردیم وطن من اگه ما بخوایم امرای تو آرسی کنم من یک دختر بسیار بی شخصیت هستم یک دختری هستم که وطن خود فراموش کردیم و به این تو ارسی کنم دهی ای وقت که ما چقدر نابود شدیم تمام زندگی ما جای ما من تمام مردم ما آواره شد تو چی میفهمی که ما چی کشیدیم تو هنوزم دنبال ما هستی میخوای هنوزم از افغان استفاده کنی من ملکه سوریا باشم من یک اندو عرصی میکنم من رای تو نی من یک میکنم امریتونی میگه خلاصه مادر پدرش گوش کرد گوش کرد گفت مر نمیفهمیدم اونقدر میفهمید که من سر بچه شان حمله میکردم و میفهمید مادرش استاد شد پدرش گفت بوریم. اینا از خانه بر آمدن میگه گریه میکرد که ای تو نکو امرای دلم بازی نکو گفتم یک بار دیگه برای پدرم مزایمت کنی یا بر پدرم رای بگیری. گیری پولیس این زنگ میزنم که اینی پاکستانی مزایم ما میشه من قرآن بزنم من پاکستانی نیستم خدا بزنه من افغان هستم ای خدا فامیل مرا نبود کنه اگه من افغان نباشم خب خلاصم میگه ایره رد کردیم از خانه ما رفت بیرون میگه پدرم دوباره طرف مدید گفت بچه همین گناه نمیشه در نظرت اگه یک مرد قاشق باشه میگه طرف پدرم سعی کردم گفت پدر در فکری ما هستی که او عاشق ما باشه یعنی در فکری او پیسا هستی که او پیشنهاد کردن چطور پیسا یک قشاق برد تو گرفته بر خود خانه می یا بر خود گرفته خدا می کاری او چی هست؟ خدا می فهمه چه رو او نابود کرده خدا می فهمه چه قفخانه را کشته می گه که گفتم پدرم گفت که خو خیلی نمی کنی نکه حالا در سر من اوقع بار بچم گفتم نه پدر جان اینا را بعد گفتم که دیگه اوش کرده باشی دیگه در من نگه که واشق است واشق است عاشق نیست اینا شیطان هستن خواه زن دل ببینین داستان از این برشی برتان نشر کردم بر از این نشر کردم که یک دختر افغان چقدر قوی هست یک دختر افغان اگر, اگر یه را برعکس کنیم امی دختره ای بچه می بود یک دختر پاکستانی عاشق از می شد یعنی می یک بچه افغان جلوشا بگیره؟ نه ببینین یک دختر افغان چقدر قلب قوی داره یک دختر افغان هر جای دنیا که هست فراموش نمیکنه که من کی هستم نه پول به نظرش می نه بر زندگی خوش به نظرش می آیا. فقط فکری مملکتش می کنه فکری خودش می کنه که من کی هستم و یک بچه یازده ساله افغان ببین چقدر این بچه زیرا و باهوش هستم من افتخار میکنم در همچین بچه های. کی فراموش نمیتانه که مملکتش کی گرفته مملکتش در کیا فروختن کیا همینا کردن دیگه اگه اینا نمی بود دو تا کشور همسایه داریم نام خدا یکی از یکی شیطان تر اویشم ملا پرور شیطان پرور هسته که ملا پرور میگه ایشم شیطان پرور دو تا, مل... دو تا مملکتی دور ما را گرفته دو تا مملکت شیطان پرور این امینا زدن عزیزان دل مملکت ما را نابود کردن مردم ما را آوره کردن جوانای ما را از کار بیکار کردن دخترک ما را از امیدهایشان ناامید کردن بچگک های ما دخترک های ما از مکتب و از عزیزان دل هرچند که افغانستان ما در نظر بعضی مردم بسیار کند و یا یعنی ما یک سالی در ایران بودم در تلویزیون افغانستان نشان میداد هیچ وقتی شهر کابول ما در تلویزیون ایران ندیده بودم هرچی چی نشان میداد پشتای مندهی کابول بود اما جایی که بسیار چتل و چتلی بود و اینا یا که مزار شریف نشان میدادم مندهی های مزار شریف نشان میدادم خاکیاره من وقت خود میگفتم خدای افغانستان کجا شده کل اینا خاک شده خاکباد شده ولی اونمو خاک ما دوست داشتیم اونمو خاک اولادای ما دوست داره من دختری دارم عزیزان دل دخترم بیس ساله هسته اینه در این میک به خیر بیایه بیست یک میشم یک صدای بسیار مقبولی داره خاننده هست یک چند تا ویدیو داره در یوتیوب مانده و همیشه میفهمی چی میگم میگم ما در آرزو دارم یک روزی دختر من امریکایی هست به نظر خودش ایج افغانستان شش ساله از افغانستان برامده عزیزان دختر من ایج نمیفهمه که افغانستان کجا بود چی قسم بود چی قسم نبود این ای دختر میشه نمیفهمی می چی میگم میگه یک روزی میشه ما برم در کشورم کنسرت بتم بعد من برش میگم تو تا او وقت اگه تو فارسی رو بیخی فراموش کردی چی خواندن فارسی یا نوشتن فارسی رو هیچ نمیفهمه ولی گپ میزنه خواندن آریانا گوش میکنه از ولی رو بسیار گوش میکنه دیگه اینی یک خوانده دیگه است نامش یک اشکان عرب چند روزی هست بسیار اشکان عرب رو گوش میکنه مادر جانی افغان هست ببین چی بچه مقبول هستم میگو ما بچم افغان هست افغان ها مقبول هست میگو ها میفهمم ولی ببین چه صدایی داره اگر نه اشکانه رو بیا خانده خوب نکرده اون یک بچه اگر دیگه که میخوانه خاله خاله جان دوتا دختر داری اونو رو هم گوش میکنه ولی خودش یک صدایی داره انگلیسی میخوانه انگلی... ترانه هایی که کلشان انگلیسی خانده ترانی فارسی نخوانده همیشه آرزو داره که یک روزی در کشور خودش بره و کشور امنیت باشه اینجا و ای بورد افغانستان کنسرت بده ببینین عزیزان دل من فکر میکنم احساس میکنم البته احساس نیستی واقعیت است زنای افغانستان از مردایشان قوی تر است زنای افغانستان اسمارت تر از مردای افغانستان است برای چی برای این میگه که افغانستان زنای افغان در فکر مملکت هست مردایشان من فکر نکنم قواشن ما گفتم برتان اگه یک دختر پاکستانی عاشق یک بچه افغان شو و اینمی میچ از پچه میگه ها چرا نگیرم سرم صدا زده ولی یک دختر افغان اتو استاد شد در جلوش که خودش میگه میگه یعنی یک در نظر میرست که یک خاری بود در چشمم میخلید هر دفعه که میدیدم خواه عزیزان دل من افتخار میکنم سر اینا سری ای ملکه سریای ما که امروز که داستان شما گفتم خودش میگه او پاکستانی مرا ملکه سرایا میگفت و ما عزیزان دل حتما این قواری ملکه سرایا را داره که او ما کم گرفته بودم و خدا کنه که در آینده افغانستان ما جور شوه و این ملکه شوه و اون طرف در اون افغانستان کابول هر جای که هست عزیزان دخترها در امید و برسن من امیدوار هستم دخترک زیبای ما که تو ملک سریا هستی و یک شاه پیدا میشه از خود افغانستان که تو رو بگیره و با تو ازدواج کنه مثل خودت مقبول و مثل خودت عموت زیبا و قد و اندام بچگکای افغان هست قدر مقبول و رشید عزیزان اینا انسان فهمیده با درک و شعور که ما دو روز پیش یک ویدیو رو از یک بچه دیدم در تیک تاک مانده بود نوشته که خودش گپ میزد که بچه های افغان میگه دختر افغان به درد نمیخوره ما ویدیوش شیر کردم در تیک تاک میگفت به خدا اگر دنیا رو بگردی دختر افغان پیدا نمیکنی دنیا رو بگردی دختر افغان پیدا نمیشه دختر افغان هر کاری بکنی نان تو پخته میکنه خانه تو رو جمع میکنه تو خودت بد اخلاق و بد خویی بگیری تو رو تحمل میکنم میگفت اگه یک اینا رو با دختر خارجی بکو ببینم رایت چی میکنم و گفتم راست میگم یعنی واقعا من ای را صد در صد میگم که این بچه بش راست است و دختر افغان این چیزایی که گفته کلش در یک دختر افغان هست و من مطمئن هستم برای دختری که امروز داستانش آبتان گفتم یک بچه ای پیدا میشه از خود افغانستان از همه امریکا یا از کانادا یا از اروپا مثل خودش هم مقبول و زیبا و شجاع و نترس و وطن دوست که اینا با هم دیگه آرسی کنن انشالله تا روزی که اینا رو ببینیم و عزیزان دل با اینا آشنا شوم از نزدیک ببینم واقعا ملکه سرعی های ما هست یا نه از عزیزان دل تا اینجا با شما بودم تشکری میکنم از کامنت های بسیار زیبایی که در ویدیو دیروز و دیروز منده بودین سفاسگزار کلتان هستم که بسیار گفته بودین خدا را شکر که جور شده جور شده ها جور شدیم دیگه خدا را شکر یکم هنوزم هم گلونم خوب نشده دعا کنین برم که خوب شوم خیر که عزیزان دل با شما باشم امیدوار هستم که ویدیو را ببینین عزیزان و نظریات خودتان نسبت و دخترای افغان من که سر تان افتخار میکنم واقعا سر دختر افغان من افتخار میکنم زنی 80 ساله افغان باشه اینی باور کن اینمی دختر 80 ساله افغان عزیزان قدر شعور داره تا دختر 8 ساله افغان 80 ساله و 8 ساله عزیزان غرورشان یکی هست و اینا وطن دوست هستن و مردم دوست هستن که خودی دختر پشتون نیست میگه به خدا قسم اگر این بچه همه میفهمیدم واقعا افغان است و پشتون افغانستان است من امرای میکردم چون من افغان ها را بسیار دوست دارم مثل خود من عزیزانی دل خود من بر ما هیچ وقتی فرق وجود نامده که ما هزاره هستم تو پشتون هستی تو تاجیک هستی یا تو ازبک هستی یا تو ترکمن،, ترکمن هستی یا تو عرب هستی یا ایماق هستی ما کل تانه در قلبم دوست دارم باور که کل تان بر ما اونمو افغان هستین بعضیا در ویدیو ها شکایت میکنه که تو چرا هزاره را میگی افغان هزاره که افغان نیست تاجیک که میگه من افغان نیستم شما هر چی که بگوین من نیستم من شما رو افغان میگم دلتان خوش میشه دلتان بد میشه دلتان بیرغ ما یکی هست و کشور ما هم یکی کشور ما افغانستان نام داره و کل ما از اون کشور هستیم اگر شما میگین نه ما بیرون از اون کشور هستیم او کشور از ما نیست من شما رو دیگه افغان نمیگم ولی تا روزی که شما بگوین ما از افغانستان هستم من شما رو افغان میگم و دو میزنین مرا اگر خدای نکردن ناسزا میگین که یکی هم گفته به یک جای مرا دو زده بود که خب نمیگم بعد است که فلانیگک چرا ما را میگی ما اوغان نیستم ما اونم دیوانه تونم دوست دارم او دیوانه بوده و هیچ وقت یک بچه اوشیار افغان مرا دو نمیزنه ما اونم دیوانه رم دوست دارم خب میشه که در یک خانه ما پنج شش بیادر داشته باشیم چهار تایش جور باشه یکش دیوانه باشه نمیشه که ما دیوانه ما را دور بندازیم منم دیوانه رم ما دوست دارم در قلب ما هستیم کلتان خدا یار و نگهدارتان عزیزان دل تشکری میکنم از کلتان توق... از کلتان برای توجهی که ویدیو ها میکنیم. دوستتان دارم